سید میثم کاظمی آگاه روابط بین الملل روی خط اسکایپ با ماست تا در مورد ایجاد شورای عالی دولت صحبت بکنیم. آقای کاظمی سلام و بس خوش آمدید. اجازه بدید در رابطه با شورای عالی مصالحه معلومات داشته باشیم که این شورا چگونه یک شوراست، قرار است روی چی این شورا ساخته شده، به هدف چی این شورا ساخته شده؟ سلام خدمت شما بیننده خوبتان. منظورتان شورای عالی دولت هست؟ منظورم شورای عالی دولت هست آقای کاظمی. بله شما مصالحه گفتن. بله معذرت. بین از ابتدای تشکیل حکومت فعلی و ریاست شورای عالی مصالحه فعلی، توافقات بین هر دو نهاد ارگ و سپیدار بود که بخشی از این توافقات اجرایی شده بود و بخش از این توافقات تا به امروز اجرا نشده. یکی از مهمترین نکات این توافقنامه بین ارگ و سپیدار ایجاد شورای عالی دولت هست که در رابطه با تصامیم مهم ملی و حتی در رابطه با بعضی از تصامیمی که جایگاه افغانستان در سطح بین الملل و مسائل مهم امنیتی و اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و امثال اینها میخواهد که تصویب بسازه، این شورای عالی دولت باید او تصمیم ها را بررسی بکنند و بالاخره این تصمیم ها را مشوره بدن و فی ما بین جناب آقای دکتر عبدالله و جناب آقای دکتر اشرف غنی این تصمیم ها برد به سمت اجرایی شدن. پس شورای عالی دولت ما میتونیم که به یک نحوی نام ای را یک لویه جرگه کوچک و خرد بگذاریم که بالای تصامیم مهم اینا میخواین که غور بررسی بکنن و این تصامیم را ببرن به سمت اجرایی شدن. درست. آقای کاظمی، گذاشته از موضوع توافق که بین آقای عبدالله و رئیس جمهور غنی صورت گرفته بود، در چنین شرایط ایجاد شورای عالی دولت نیاز است؟ من میگم که به عنوان یک شهروند افغانستان نیاز هست، به خاطر ای که افغانستان در مرحله بسیار مهم قرار گرفته که این مرحله مهم اگر مدیریت درست نشود و اگر تصامیم به صورت فردی و خدای نخواسته کوچکتر از او هم گرفته شود، افغانستان با بحرانی روبرو میکنه که به هیچ عنوانی بحران جبران نمیشه. لذا شورای عالی دولت طوری که از نامش پیداست، در داخل از این شورا امیدوار هستیم که شخصیت‌های ملی، شخصیت‌هایی که مورد اعتماد مردم افغانستان است، شخصیت‌هایی که در طول سال‌ها از جان و از مال خودشان مایه گذاشتند و به سمت عزت افغانستان و به سمت فلاح افغانستان حرکت کردند، اگر این شخصیت‌ها عضو شورای عالی دولت بوده باشد، ما ایر لازم میدانیم که در تصمیم گیری های مهم افغانستان نظر اینها باید 100% بوده باشد. درست. ولی اگر خدای نخواسته شورای عالی دولت هم یک مقدار در او سلیقه استفاده شده و بعضی از مقولایی از این دست، خطرناک است بودن این شورای عالی دولت. درست. میناپال هم گفته که شورا نقشش یک نقش مشورتی است، یک نقش اجرایی نداره و تصمیم گیرنده رئیس جمهور است. شما رو میگن که زمانی که اگر رئیس جمهور میتونه تصمیم بگیره، چرا همین افراد و اشخاص را در سقف شورای عالی مصالحه جمع نمیکنه؟ نیاز نیست. زمانی که اگر این شورا، شورای عالی دولت، نقش مشورتی را داشته باشه، همین بزرگان میتونه در سقف یک شورای دیگر هم بتونه نظر خود را بده. و اگر این شورا نقش اجرایی نداشته باشه، ساخت این شورا میتونه یک جنجال بزرگ دیگر بر افغانستان باشه و میتونه که یک درز بسیار کلان را در حکومت داری ایجاد بکنه. بیشتر خدمت شما عرض کردم که فشارها بالای حکومت افغانستان زیاد هست نسبت به هماهنگی های لازم به خاطر خروج نیروهای خارجی و نیروهای امریکایی و همچنین فشارها در رابطه با ایجاد حکومت موقت، حکومت انتقالی، حکومت مشارکتی و ای اسمهایی که بالای حکومت بعدی یا حکومت آینده استفاده میشن، این فشارها باعث از این شده که رئیس جمهور این فرصت یک فرصت خوب برای ایجاد شورای عالی دولت احساس بکنه و این عمل و این طرح اجرایی بسازه که اگر
زمانی این فشارها زیاد شد و تصامی میره بالای آقای غنی خواستن القا بکنن یک توجیهی را برای مردم افغانستان و برای جامعه بین الملل داشته باشن که ما با شورای عالی دولت برای گرفتن این تصمیم مشوره کردیم، لذا این تصمیم تصمیم فردی و تصمیم سلیقه‌ای نبوده و توجیهی را بالای تصامیم بعدی خود میتونه که با پوشش شورای عالی دولت داشته باشه. پس مهمترین عامل ای که شورای عالی دولت در این روزها یک مقداری اجرایی شدن و جدی شدن فقط به خاطر امی هست که تصامیم مهمی را که رئیس جمهور میخواهد بگیره، این تصامیم از در اذهان عامه تصامیم فردی جلوه نکنه و به عنوان یک تیم مشورتی از شورای عالی دولت استفاده صورت بگیره و برن به سمت تصامیم ملی و تصامیم کلان آینده. درست، ولی فکر نمیکنید که زمانی که رهبری از این شورا را خود رئیس جمهور بر عهده داشته باشه این به نحوی جنجال برانگیز میشه آقای کاظمی؟ خیلی جنجال برانگیز نیست. ببینین بزرگوار، ما از سالها پیش به این طرف دیدیم، شما در رسانه های مختلف، رسانه شما و سایر رسانه ها دیدیم که از سالها پیش به این طرف آیا قانون اساسی به معنای واقعی خودش تطبیق شده، آیا بندهای قانون اساسی، تبصره های قانون اساسی افغانستان به معنای درستش اجرایی شده و نشده، ما این را از همه رسانه ها شنیدیم و از همه خبرنگاران مطرح افغانستان شنیدیم. پس اگر رئیس جمهور بخواه تصمیمی را بگیره و امور رقمی که قبلا تصامیمی را گرفته بود، آل هم میتونه که امور تصامیم بگیره و فکر میکنم که فشار آنچنانی هم از طرف نهادهای مثل پارلمان، سنا و امثال او اگر بالای رئیس جمهور هم بیایه خیلی جایی را نمیگیره. پس ایجاد شورای عالی دولت نمیتونه بگیم که وضع جنجالی میشه، میتونه واقعا شورای عالی دولت اگر از چهره های خوب و چهره های برجسته ای برخوردار ایجاد شوه و تشکیل شوه، رئیس جمهور حتی میتونه که برای گرفتن تصامیمشون کمک کنن و تصامیم از اینها را ببرن به سمت ای که حداقل ضررهای تصمیمات نسبت به افغانستان کمتر بوده باشه. این نظر شخصی ما است، شاید که اشتباه بوده باشد، ولی ایجاد شورای عالی دولت ما جنجالی نمیبینم. بسیار خوب، ولی گفته شده که در مسائل مهم از جمله جنگ صلح مشوره داده میشه. زمانی که برگردیم، ما شورای عالی مصالحه داریم، شورای عالی صلح داریم، وزارت دولت در امور صلح داریم، فکر نمیکنید که ایجاد یک شورا هم جای را نمیگیره و هیچ کمک نمیکنه به خاطر رسیدن به صلح آقای کاظمی؟ چون شماره هم به این باور هستن، اگر قرار بود نتیجه میداد وزارت دولت در امور صلح، نتیجه میداد وزارت دولت در با معذرت وزارت شورای عالی مصالحه، نتیجه میداد شورای عالی صلح، نتیجه میداد این سه نهادی که من نام گرفتم اینا آستین بر زده بودن به خاطر رسیدن به صلح، ولی تا کنون نتیجه عکس از او بوده. نظام افغانستان یک نظام متمرکز است، یک نظام ریاستی هست. ما اگر تا به امروز اگر میبینیم که از شورای عالی مصالحه یا وزارت دولت در امور صلح یا نهادهای مدنی که در امور صلح همسال اینها کار میکنن، خب شاید بعضی از اختلافات نظر فیما بین این شوراها و ارگ ریاست جمهوری بوده و این اختلافات نظر باعث از این شده که تا به امروز تصامیم اینها نتیجه آنچنانی نداشته باشه. پس میشه که اختلاف نظر فیما بین ارگ ریاست جمهوری و این نهادها باعث شده که نتایج آنچنانی ملت افغانستان از این شوراها و در مجموع در رابطه با صلح و جنگ افغانستان نبینند. چون این شورای عالی دولت نظر شخص رئیس جمهور است، نظر همفکران رئیس جمهور است، احتمال زیاد میره که تصامی میره که این شورای عالی دولت بگیره مقداری به سمت اجرایی شدن و مقداری به سمت رفتن به سوی اجرایی شدن تصامیم این شورا سریعتر صورت بگیره. این نکته بسیار مهم است. به همین دلیل تصامیمی که اینا میگیرن احتمالات که یک تصامیم بهتر بوده باشه نسبت به شوراهای قبلی. و یعنی یک تفاوت وجود داره آقای کاظمی، ایجاد شورای عالی دولت نسبت به دیگر شوراها، درست است؟
ما پیشتر براتون گفتم من شخصا درست. ناامید نیستم درست شخصا ولی ناامید نیستم رئیس زمانی جمهور. که بحث شخصا. رهبریت این شورا مطرح میشه مانند آقای سلادون ربانی آقای مارشال دوستم و آقای حکمتیار اینا تاکیدش بیشتر بر این است که نباید رهبری این شورا را رئیس جمهور بر عهده داشته باشه خب ما باید منتظر این بوده باشیم که میکانیزم اجرایی تشکیلات به چی نحو هست ما بله نظر تمام بزرگوارای افغانستان مهم است خب اگر این هم مد به تایید گپای بزرگوارایی که بیشتر شما نامش گرفتین خب رئیس جمهور افغانستان در رأس هر سه قوا هست و این شورای عالی دولت هم وقتی که ایجاد میکنه خب بازم ریاست بالای ریاست میشه در رأس این قوا قرار میگیره و تا به امروز هر کاری که شده ادامه پیدا میکنه لذا اگر شورا نام شورا هست به معنای واقعیش هم باید شورا بوده باشد و رئیس جمهور یک عضوی از شورا بوده باشد ولی اگر قرار بر ازی بوده باشد که مجددا رئیس جمهور در رأس از شورا قرار بگیره ولو که اعضای شورا بهترین چهره های افغانستان بوده باشند و بهترین مشوره ها را بتن و مجددا از طرف هر ریاست جمهوری تصامیم اینا به صورت درستش اجرایی نشه نتیجه آنچنانی نمیگیره ولی این به این معنا نیست که به سمت بحران پیش میره بسیار تشکر آقای کاظمی ممنون که وقت گذاشتید